ملی پوشان ویلچر بسکتبال آقا و بانوی پارالمپیک هراد در ترکیب تیم ملی به رقابت های انتخابی آسیایی به کشور تایلند اعزام شدند. تیم های ویلچر بسکتبال آقا و بانوان پارالمپیک هراد در رقابت های ملی ویلچر بسکتبال زمستانی کشور به قهرمانی رسیدند دو, دو تیم با دیدارهای جذاب و دیدنی که از خود نشان دادند با به دست آوردن دو کاپ قهرمانی به هراد برگشتند. به این گزارش توجه کنید. قهرمانان ویلچر باسکتبال با دستی پر به خانه برگشتند. تیم های ویلچر باسکتبال بانوان و آقایان هرات پس از در امکوبیدن تیم های منتخب ولایت های کشور جام قهرمانی مسابقات زمستانی ویلچر باسکتبال افغانستان را به هرات آوردند. این بازیکنان با ابراز خورسندی خواهان توجه بیشتر مسئولان در ایته رشد این ورزش از سوی مسئولان محلی و ملی کشور هستند خیلی خوشی دارم که مقام اول تو ما بیاریم و خیلی خوشحالم نمیتونم بیان کنم و توقع ما از مثلا مسئولان می باشه که ما تشویق ما نمیخوایم که ما مادی تشویق کنند حداقل معنی ما رو تشویق کنند و با یک بار بیان سر میدون ما از ما خبر بگیرن این رقابت ها به منظور انتخاب چهره های برتر جهت دعوت به تیم ملی ویلچر بسکتبال افغانستان در پایتخت کشور برگزار گردیده بود که در این میان هفت از بازیکنان تیم منتخب ویلچر بسکتبال بانوان و آقایان هرات همراه با دو مربی در ترکیب تیم ملی کشور راهی مسابقات پارا المپیک آسیا در کشور تایلند شدند که در صورت صعود تیم ملی کشور از گروهشان به مسابقات پارا المپیک برزیل را خواهند یافت. مسابقات سال 2018 پارا آسیایی بزیا در اردو بخش هم خانوما رفتم ما هم بچا به بر گروه چهار کشور ان شاء الله که شانس سعود داریم که ما ان شاء الله اگه به گروه حتی دوم من بشیم سعود میکنیم به بزیای پارا آسیایی. هراد در ایته ورزه سال پردستاوردی را در حال سپری کردن است. آمر تربیت بدنی و ورزش هرات می گوید ورزشکاران در رشته های مختلف طی سال روان بیش از ده رشته مختلف ورزشی دستاوردهای قابل ملایزه ای را برای ولایت هرات کمایی نمودند. خب خوشبختان امسال از اول سال تا حال اکثریت تیمایی که به مرکز ازام شدن همگی با دست سپور و با کپ قهرمانی به ولایت هرات برگشتن که جمله میشه گفت در بخش های تکواندو و کاراته و اکثرا رشته های رزمی و در بخش های توپی در بخش بسکتبال و چند رشته دیگه که مسابقات ملی از اونا برگزار شده بود هم عزیزان ما با دست پر از مرکز برگشت تا سالهای پسین ورزشکاران هرات امواره از بیتوجهی حکومت مرکزی شاکی بودند در این میان نمایندگان مردم در شورای ملی تاکید می کنند که بارها برای ورزشکاران هرات دادخواهی نمودند متاسفانه در افغانستان عدالت کمتر مراعات میشه ما تلاش کردیم راه رفع مشکلات امنیت ورزشی هرات در گذشته هم ان شاء الله با تلاش های خود ادامه خواهد دادیم تا بتوانیم مشکلاتی که در عرصه ورزش به ولایت هرات هست آنچه که مربوط به حکومت میشه ان شاء الله مرفوع بسازیم با توجه به دستاوردهای ورزشکاران هرات در مسابقات ملی و بینون مللی دیده شود که حکومت مرکزی چه زمانی به چالش‌های این ورزشکاران توجه خواهد کرد